سلام به همه شما دوستان عزیز، من سهیل شریفی هستم از مجموعه آموزشی تاتسو دات آی آر. برگشتیم با یه آموزش خوب دیگه از اکستنشن سافت بادی. از رو عکس یه خورده آنالیز بکنیم متوجه میشیم که خب یک شیپی یا یک جسمی که ما اینجا داریم تحت تاثیر انیمیت هایی قرار گرفته که از این تکسا به وجود اومده. اما قبلش بریم مثلا براتون سافت بادی رو توضیح بدیم. دوستانی که با نرم‌افزارهای مثل سی‌4D کار کردن میدونن که ما تو قسمت سیمولیشن تگ ها پارامتری رو داریم که مربوط ریجید بادی و سافت بادیه. و اما چیکار میکنه؟ به این شکل نگاه بکنید دوستان من، ببینید یه اسفیر بوده، یه کیوب بوده، یه دونه پلین. ما اینجا میتونیم اینها رو با این تگ ها جوری انیمیت بکنیم که بهش بگیم که این اسفیر ما از نوع سافت بادی باشه، یعنی این کار یک جسم نرمیه و میتونه بخوره به یه چیزی، یه مقدار حالت حبابی طور داشته باشه. همین اتفاق رو میتونیم برعکس هم بکنیم. پس اینجا متوجه شدم که سافت بادی چیزی که تو نرم‌افزارهای سه‌بعدی استفاده میشده. حالا چقدر خوب میشد ما این رو تو افتر افکتس داشتیم و میتونستیم توی محیط خود افتر افکتس این رو تجربه بکنیم. این اکستنشن سافت بادی رو شما از طریق منوی ویندو اکستنشن بعد از نصب میتونید فراخوانی بکنید و اما کارش بسیار بسیار آسونه. من در ابتدا این رو آف میکنم و البته اینجا من یک کانکتور هم گذاشتم که اینجا دوستان راحت متوجه بشن کاری که میکنه چیه. من یه دونه شیپ دایره اینجا داشتم، یه دونه شیپ راندد رکتنگل و اینجا با این انیمیت میبینیم که خیلی راحت میتونیم یه چنین حرکتی رو انجام بدیم و اون جسم وقتی وارد میشه به این جسم این بلا رو سرش میاره. خب بریم یه دونه کامپوزیشن بسازیم و این پروسه رو از ابتدا سریع به دوستان توضیح بدیم. این میشه شیپ اولیه ما. F2 میزنیم. این هم میشه شیپ دومه ما. خب بعد اینکه اکستنشن رو فراخوانی کردید کافیه که بگید که کدوم سافت بادیه و کدوم کلایدر. کلایدر اون لایه‌ای که باید برخورد بکنه. خب پس من اینو انتخاب میکنم، میگم که این سافت بادیه، اینجا بمونه. این انتخاب میکنم، میگم اونی که قرار ضربه بخوره کلایدر من این باشه. اوکی اپلای میزنم و تمام شد. حالا پروسه انجام شده، فقط مونده انیمیتش که من اینجا دکمه پی رو بزنم و بگم که بیا پایین. میبینیم که به این شکل تأثیر خودش رو داره میذاره. خب یا دیگه اینجا دست خودتونه دیگه، از هر سمتی بهش کنترل شیفت اچ میزنم دیگه، از هر سمتی بهش بیاید و برید، این دقیقا همون کار رو براتون انجام میده. یعنی این تیپ کارها خیلی کار شما رو آسون میکنه. البته دوستان فراموش نکنید کلی پروسه کدنویسی اینجا صورت میگیره که بتونه این شیپ رو با این شیپ ادغام بکنه و یک نتیجه خوبی مانند این رو شما بتونید اینجا بگیرید. و می تو این قسمت روی آخرین موردی که داره نوشته سافت بادی ستینگ، اینجا میتونید میزان سافت یا این نرمی رو کنترل بکنید با این پارامتر صدی که اینجا داره، یعنی اینکه میخوره چقدر نرم باشه. ببین میتونه اینطوری باشه، یعنی که این جسم رو انتخاب بکنید به این شکل، یعنی خیلی ریاکشن کمی داشته باشه. دوباره انتخابش میکنیم، یعنی میذاریم روی 100. این رنج تماسیش رو هم اینجا میتونید کنترل بکنید که خیلی مماثل این کار رو برای ما بتونه انجام بده و یه چنین نتیجه ای الان ما داریم. تو مرحله بعد ما مطابق این حرکت دوست داریم که یه کانکتوری هم اینجا داشته باشیم که خیلی راحت بتونیم اینا رو کنترل بکنیم و در واقع انیمیت نهاییمون رو به پوزیشن دادن به این قسمت بیاییم و انجامش بدیم. بگیم که این قسمت بینشه خیلی راحت بتونیم به این کیفریم بدیم که این اتفاق رو برای ما انجام بده. تو پلاگین دویک بسه هم تو قسمت لینکس اند کانترست و قسمت کانکتورش به این دایره روبروش دقت بکنید. یه دونه رو این کلیک میکنم، اینجا تایپ های مختلف این کانکتورها برای من میاره. من میتونم از نوع جویستیک باشه یا به شکل روتیشن، اونهایی که قراره فقط انگل و زاویه رو کنترل بکنن، این پارامتر رو انتخاب میکنم که به شکل یک اسلایدر باشه. خب میبینیم که یه چیزی ساخته اما کوچیکه. اینجا یه مقدار میتونید بیاید و سایزش رو بزرگ بکنید. مثلا من این سایزش رو میذارم روی 500. خب ببینید این الان عملا ساخته شده. این دورش هم من میذارم قرمز که یه مقدار دوستان متوجه بشن. سایز اینم یه خورده زیادتر میکنم که محدوده بزرگتری باشه و من این رو انتخاب میکنم و میارم تو این قسمت که مزاحم کارم نباشه. دوستان دقت کنید این از تایپ گایدلایره، یعنی اصلا اینا توی رندرتون نمیفته. پس اصلا نگران نباشید که این چرا اینجاست و به ما تو رندر به مشکل خواهیم خورد. نه اصلا ایجاد مشکل نمیکنه. خب
حالا کاری که باید بکنیم، ببین دو تا ولیو داره که منفی 100 مثبت 100 میخواد بگه من از اینجا تا به اینجا بیام همون منفی 100 و مثبت 100 رو دارم لحاظ میکنم تا اینجا اوکی. حالا همین لایه رو انتخاب میکنید و پراپرتی مورد نظر رو انتخاب میکنید. الان که همه چی اوکیه، میایم توی قسمت مربوط به کانکت کردن، کانکت تو پراپرتیز، اینو میذاریم که پارامترها ثبت بشه. خب حالا اینو من بالا و پایین ببرم، این اتفاق اینجا برای من رقم میخوره دیگه، به این کاری ندارم. چشم این آف میکنم که این علامت که خود پلاگین دویک نشون میده که یه کانکتوری تو این صفحه هست، این رو ما دیگه نبینیم تو این قسمت. ببین این اتفاق الان اینجا افتاده برای ما. حالا کارهای خوب دیگه هم میتونیم انجام بدیم. اینجا اگه دقت کرده باشین، بعد از اینکه ما وارد میشیم، یعنی این ضربه در وارد میکنه، یه مقدار تراکم چون توی شیپ مادر ایجاد میشه، این تراکم یعنی فشردگی. همین فشردگی یعنی اینکه رنگ یه مقدار تغییر میکنه، مثلا آدم به خودش فشار میاره یه مقدار رنگ پوستش تغییر میکنه، اینم ماجراش همونه. ما اگه بخوایم این رو هم دقیقاً جوری مچ بکنیم که با این اتفاق لینک باشه، چیکار باید بکنیم؟ خب اولین کاری که میکنیم که این لای شیپمون رو باز میکنیم، قسمت فیلش رو باز میکنیم، یکی فریم اینجا میزنیم برای قسمت کالر، یکی فریم هم توی همون پایان کار میزنیم. دومی رو میگیم یه خورده تیره تر باش، کلا میگیم استروک هم نداشته باش که کارمون رو خراب نکنه برای این قسمت. و بعد کافیه که دوباره همین پروسه کانکت کردن رو این بار با این پراپرتی و اون کانکتور انجام بدید. همونطور که میبینید مثل این کار ما، بعد برخورد این اتفاق براش میفته. یعنی راحت میتونید کنترل بکنید که با برخورد این اتفاق تراکم رنگی هم اتفاق بیفته. بعد از اینکه یک پلاگین رو یاد میگیرید، شاید خیلی ها فکر کنید که خب صافبادی همین بود و اوکی تموم شد. ولی بعد از اینکه شما مثلا علم پلاگینی مثل دویک هم دارید، یهو بعد این کانکتورها رو میدونید، خیلی کارهای با دست بازتری میتونید انجام بدید. خود همین پلاگین دویک رو دوستان زیاد ساده نپندارید. خود همین پلاگین تو مجموعه ما وقتی قرار تک به تک اینا توضیح داده بشه، این گزینه این گزینه، میم سراغ اینجا تک به تک اینها وقتی قرار توضیح داده بشه، یا همین قسمت تمام اینا بخواد توضیح داده بشه، یا تو قسمت بعدی قسمت بعدی و قسمت بعدی، 8 جلسه از دوره پلاگین های افتر افکس ما، یعنی 7 ساعت و 4 دقیقه فقط مخصوص همین یک پلاگینه. میخوام بهتون بگم که تدریس گزینه به گزینه زیاد پروسه آسونی نیست. یعنی اگه آدمش هستید که یه چنین حجم از محتوایی رو بخواد به سمتتون سرازیر بشه رو ببینید، اون وقت باید از این دوره ها استفاده بکنید. یعنی اگه دنبال این باشید که خب ما تو پلاگین دویک بسل میایم اینجا تو قسمت ریگینگش یه دونه هومیلوید میسازیم و بعد میریم اینجا اوتو ریگو میزنیم و بعد تو مرحله بعدم واکس سایکل میزنیم و چه دیگه کاراکترمون راه افتاد و تموم شد، اگه اینطوری بخواید به قضیه نگاه بکنید، اصلا کلا فقط پیشنهاد من زدن دکمه زبدر نرم افزار رو به خدافظی کنید. این مدلی کار به جایی نمیبرید. الان حداقل زمان این مدلی یاد گرفتن نیست. شاید شما 5 سال پیش در همین حد میدونستید، خیلی ها ممکن بود شما اصلا سفارش کار بدن، اما الان که کار خیلی فراگیرتر شده، این همه آدم دارن میان سمت این مورد، یه تفاوتی باید بین شما و اون فرد جدیدی که میاد باشه. در غیر این صورت اتفاقی نمیفته. چرا کارفرما باید به شمایی که هنوز اطلاعات در حد 5 سال قبل یک سفارش کاری بده؟ اینا رو میگم که بدونید ترکیب پلاگین ها و دونستنشون با هم دیگه قشنگه. ما درسته داریم میگیم تو پک پلاگین های افتر افکس داریم 500 تا پلاگین رو بهتون یاد میدیم، اما همین الان شما سافت بادی رو ببین، میبا دویک بسل قاطی میکنی، یه اتفاق دیگه میفته. اینجا ببین شما میتونی بعد همین کار رو بکنی با مجموعه های دیگه، دوباره همین بلا رو سر کارهای دیگه تون هم در بیاری. یعنی اونقدر میتونی بازی بکنی با کارات، اونقدر میتونی بازی بکنی، هر چقدر پلاگین های بیشتری میدونی، این ذهن شما بازتر میشه، این خلاقیت اجرایی شما میره بالاتر بالاتر بالاتر، تا جایی که دیگه واقعا شما در مقام کنندگی قرار میگیری و فقط کافیه که در اون لحظه روی آرت قضیه خودت کار کنی، یعنی اکسپلور کنی در فضاهای مجازی، نمونه کار ببینی نمونه کار ببینی نمونه کار ببینی، ایده بگیری الهام بگیری، تا اینکه
به اجرا میرسی، من همه رو بلدم اجرا بکنم، فقط میمونه مبحث ایده گرفتن، الهام گرفتن یا نیاز. و بعد تا زمانی که مبحث مالی توش مطرح نباشه واقعا یه کار اونقدر جدی شکل نمیگیره. شاید تک تک شما اراده های خوبی داشته باشین، اما چون به مرحله سفارش کار نرسیدین، هیچ وقت اونقدر روی یک ماجرای مانور نمیدین که قشنگ چیز پرفکت از توش در بیارید. پس سعی کنید تا زمانی که فرصت هست خوب یاد بگیرید، نمونه کار بزنید، ایده بگیرید، الهام بگیرید، و در پایان همین ها برای شما نمونه کار میشه، همین ها برای شما ویترینی میشه که آقا جان این کارا رو من میتونم انجام بدم، اگه میخواید به من سفارش کار بدید من با این کاری که تو پیج اینستاگرامم هست میتونم به شما خدمات ارائه بدم. اون لحظه اون روز اولین سفارش کار شما رقم میخوره و شروع یک دنیایی میشه که قرار نیست ما به شما وعده پول و نمیدونم هندونه زیر بغل بدیم، ولی شروع دنیایی میشه که احساس موفقیت توش میکنی، چون به خواستت داری میرسی، به آنچه که علاقه داشتی تلاش کردی، یاد پشت کامپیوتر نشستنات میفتی، زحمتات میفتی، اون وقتی که میبینی که دقیقاً به خواسته ای که تو ذهنت بود داری میرسی، این مربعه دیگه حالا تبدیل شده به چرخ و آروم آروم داره تو این مسیر حرکت میکنه و تو رو داره به مقصدت نزدیک میکنه. دوستان گل، امیدوارم که همتون به اون نقطه برسید. کاری نداریم از کدوم منبع، از کدوم راه، از کدوم مسیر، فقط آرزو میده که به اون مقصده برسید. و در نهایت ممنونم که تا پایان این آموزش با من بودید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. من سهیل شریفی هستم و هر لحظه که داشتید این آموزش رو میدیدید اون لحظتون شاد و خوش باشه. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.